سلام، با خبر شش خوش آمدید. امروز پنج شنبه چهارم ماه جوزای سال 1396 هجری خورشیدی است. در آغاز سرخط چند خبر. بحث سران ناتو درباره چگونگی پیکار با هراس افغانی در جهان و شمول افغانستان. NATO joining the coalition. پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی نابودسازی داعش یک پیام سیاسی نیرومند همبستگی در پیکار با هراس افغانی است. به تعلیق در آمدن وظایف سه مقام امنیتی ولایت بامیان به علت جلوگیری از نشست هواپیمای کام ایر. به شدت تیم ما بالای ایدوسیه کار دارن و هر چاجل ایدوسیه ما روان میکنیم و سلام علی افغانستان. جان باختن شش تن به شمول مدیر امنیت ولسوالی واشهر ولایت هلمند در حمله انتحاری. گشایش نمایشگاه ویژه ساخته های دستی روستایی در کابل. بازی پذیری فرانسه و بریتانیا از تهدیدهای برخواسته از جنگجویان داعش و القاعده. مشروع خبرها. نشست سران ناتو امروز در شهر بروکسل برگزار شد. دبیر کل ناتو میگوید که چگونگی پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی ضد داعش، پیکار با هراس افغانی در جهان به شمول افغانستان و نیز هزینه های دفاعی ناتو در این نشست به بحث گرفته شدند. دبیر کل ناتو میافزاید که ناتو ماموریتش را در افغانستان ادامه خواهد داد تا نیروهای امنیتی افغانستان طالبان را شکست بدهند و در برابر چندین گروه هراس افغان دیگر نیز نیرومندانه بجنگند. سمیم فرامرز گزارش می‌دهد. نشست سران کشورهای عضو ناتو با دو هدف اصلی به روز پنجشنبه در بروکسل آغاز شد: افزایش نقش ناتو در پیکار با هراس افغانی و تقسیم هزینه‌های دفاعی ناتو به کشورهای عضو این سازمان به گونه عادلانه. در این نشست رهبران کشورهای عضو ناتو درباره یک برنامه عملیاتی توافق می‌کنند. پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی ضد داعش بخشی از این برنامه است. NATO joining the coalition. پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی نابودسازی داعش یک پیام سیاسی نیرومند همبستگی در پیکار با هراس افغانی است. ناتو همچنان پشتیبانی عملی را از جمله برای بهبود عملیات‌های هوایی افزایش می‌دهد و ما برای این منظور هواپیماهای اکتشافی بیشتری فراهم خواهیم ساخت. اما پیوستن ناتو به ائتلاف جهانی ضد داعش به معنای برگشتن ناتو به جنگ در افغانستان نخواهد بود. هدف ما آموزش نیروهای دولتی افغانستان است تا این نیروها بتوانند کشور خودشان را با ثبات بسازند، طالبان را شکست بدهند و نیز در برابر گروه‌های گوناگون هراس افغان دیگر به شمول داعش بجنگند. ناتو در حال به ائتلاف جهانی ضد داعش می پیوندد که نگرانی ها از فعالیت های این گروه در افغانستان نیز وجود دارند. در همین حال حکومت افغانستان به نتیجه های نشست سران ناتو در بروکسل خوشبین است. افغانستان که در ناتو با چوکاټ کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت قومندانانو غوښتنه کړې ده چې دلته به سرتیرو تعداد زیات شي. ناتو درباره شمار دقیق نیروهایش در افغانستان در ماه‌های آینده سال روان تصمیم خواهد گرفت. لطفالله نجفی زاده، خبرنگار تولونیوز از بروکسل در برنامه با ما پیوسته. آقای نجفی زاده، چی سبب شده تا سران ناتو در کمتر از یک سال برای دومین بار گرده هم آمدند؟ آجندای نشست امروزی ناتو چی بوده؟ خب سران کشورهای ناتو در نزدیک در کمتر از یک سال گذشته برای دومین بار جمع شدند و در این تعمیر تازه ناتو که تعمیر یک میلیارد دلاری ناتو هست، اینجا روی دو مسئله امروز بحث میکنند. یک، رئیس جمهور آمریکا از همپیمانان ناتوش میخواهد که مسئولیت بیشتر مالی را بگیره و در این حال ناتو بخش از ائتلاف جهانی مبارزه با داعش شده که جنگ با تروریسم هم در آجندای اصلی جلسه سه ساعته امروز است و افغانستان هم روش بحث میشه، اما یک آجندای مشخص و واضح
در این رابطه نیست. درباره افزایش نیرو در افغانستان، ناتو سربازان بیشتر به افغانستان خواهد فرستاد؟ اگر بله، چه زمانه؟ امروز صحبت روی از این صورت میگیرد. دیشب هم دبیرکل ناتو گفت که ناتو علاقمند فرستادن سربازهای بیشتر به افغانستان هست، که جمعاً گزارش شده که حدود 5000 سرباز آمریکایی و ناتو برای مدت تعیین ناشده به افغانستان میرن و این سربازها شاید تا یک ماه آینده که نشست وزیرای دفاع ناتو است رویش تصمیم گرفته شود و اعلان شود. فعلا انتظار نمیره که یک رقم مشخص از سربازهای ناتو که به افغانستان به ماموریت حمایت قاطع فرستاده میشن گزارش شود و اعلان شود. و درباره فعالیت های داعش در افغانستان، ناتو در این باره نگرانی داشته و داره؟ مبارزه با داعش بدون شک در صدر ماموریت غربی و ناتو است. ترامپ در سفرش به خاورمیانه هم گفته که در این رابطه باید بحث جدی شود. ناتو هم حالا تصمیم گرفته که بخش از این ائتلاف جهانی باشه. اینا نگران وضعیت در حال افزایش داعش در افغانستان هست، اما گفتند که ما به خاطر حضور داعش در افغانستان دوباره به ماموریت جنگی نمیریم. بنابراین تکیه روی نیروهای افغان میشه و نیروهای افغان را قرار است بیشتر حمایت کنه. نیروهایی که به افغانستان میان اینا حالا در سطح قول اردوها کمک میکنن، قرار است که اینا به سطح فرقه ها و لواها در سراسر افغانستان مستقر شوند تا نیروهای افغان به شکل روزمره در جنگ کمک کنند. تشکر آقای نجفی زاده، خبرنگار تلو نیوز از بروکسل، برای بعد از دادن جزئیات بیشتر درباره نشست امروزی ناتو. و ادامه خبرها، وظیفه های سه مقام امنیتی بامیان به علت جلوگیری از نشست یک هواپیمای شرکت هواپیمایی کام ایر به تعلیق درآمدند. وزارت امور داخله میگوید که پرونده های این مقام های پلیس بامیان برای بررسی های بیشتر به زودی به لویسرنوالی فرستاده خواهند شد و نیز دو تن از نیروهای امنیتی دیگر که در میدان هوایی بامیان معذب بودند زیر نظارت و بازجویی هستند. در همین حال گزارش ها میرسانند که دهها گردشگر به علت متوقف شدن پروازهای کام ایر به بامیان در این ولایت گیر ماندند. کریم امینی در این باره گزارش دارد. در نخستین روزهای کار هیئت بررسی کننده رویداد جلوگیری از نشست یک هواپیمای مسافربری کامیر در بامیان، افزون بر وظیفه عامر حوزه اول امنیتی پلیس بامیان که پسر عبدالرحمن شهیدانی است، وظایف فرمانده میدان هوایی این ولایت و عامر امنیت فرماندهی پلیس بامیان و نیز وظیفه دو مسئول دیگر امنیتی میدان هوایی بامیان به حال تعلیق درآمدند. از 5 نفر به صورت جدی تحقیق کردیم، از جمله 3 نفر از این افراد به کابل با خود انتقال دادیم که شامل عامر امنیت، قماندان میدان و عامر حوزه اول امنیتی است. به شدت تیم ما بالای ایدوسیه کار دارن و هر چاجل ایدوسیه را ما روان میکنیم به سارانوالی افغانستان. در این میان با متوقف شدن پروازهای شرکت هوایی کامیر، ده ها گردشگر در بامیان گیر ماندند. گردشگران در بامیان میگویند که زمان تکت هایشان برای برگشت از بامیان و رفتن به کشورهایشان گذشته است و آنان پروازهایشان را در دبی و کشورهای دیگر از دست دادند. یک بار دیگر نشان دادند که حاکمیت دولت در بعضی از ولایات ضعیف است و افراد زورمند هنوز هم حرف اول میزنند. با این هم مسئول امنیت پروازهای شرکت کامیر درباره از سرگرفتن پروازهای هواپیماهای کامیر چنین میگوید: هر زمانی که قضیت تکمیل شود و اداره مستقل هوانوردی ملکی بر ما از امنیت و مسئولیت میدان هوایی بامیان اطمینان دهند، ما پروازهای خود را به بامیان آغاز خواهیم کرد. به روز سه شنبه همین هفته، پسر عبدالرحمن شهیدانی، عضو مجلس نمایندگان و نزدیکانش به علت بازماندن آقای شهیدانی از پرواز کابل بامیان از نشست یک هواپیمای مسافربری
کامیر به میدان هوایی بامیان جلوگیری کردند. در یک حمله انتحاری در نزدیک ساختمان مدیریت امنیت ملی ولسوالی واشیر هلمند، 6 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی جان باختند و 2 تن دیگر زخم برداشتند. یک منبع امنیتی تایید کرده که این رویداد ناشی از یک حمله انتحاری بوده. در همین حال سخنگوی والی هلمند این حمله را تایید میکند، اما درباره تلفات آن چیز نمیگوید. ریاست جمهوری میگوید که مدیریت و میزبانی نشست کابل به گونه فراگیر بر عهده افغانستان خواهد بود. در این نشست همکاری های کشورهای منطقه و جهان برای رسیدن به صلح در افغانستان به بررسی گرفته می شود. قرار است این نشست با شراک بیش از 20 کشور تا 12 روز دیگر برگزار شود. در همین حال شورای عالی صلح نیز برگزاری نشست کابل را امیدوار کننده می داند. شریف امیری گزارش می دهد. کابل برای نخستین بار به روز 16 ماه جوزا از نشست میزبانی خواهد کرد که در آن کشورهای منطقه و فرامنطقه درباره صلح افغانستان رایزنی خواهند کرد. نشست کابل متمرکز روی صلح است. افغانستان در تلاش است که با همکاری کشورهای منطقه و فرامنطقه تهداب و بنیاد گفتگوهای صلح را بنا بگذاره که از یک اجماع منطقوی و فرامنطقوی برخوردار باشه. نشست کابل در واقع تلاش است برای مالکیت افغانستان در گفتگوهای سال با طالبان. پروسه صلح و مصالحه به رهبری و مالکیت خود افغان ها هست و این خوب مظهرش میشه. دوم این که یک اجماع نسبی را در سطح منطقه نشان میده. در این میان برخی از اعضای مجلس به این باور هستند که برگزاری این گونه نشست ها در داخل افغانستان سبب ایجاد همگرایی منطقه‌ای درباره صلح افغانستان خواهد شد. اگر فکرها هم نظر بوده باشه، فکرها را جمع بکنه اینا، با یک تصمیم واحد این نشست آغاز بکنه و فکر میکنم یک دستاورد خواهد بود. در گذشته ها نشست ها درباره صلح افغانستان بیشتر در بیرون از افغانستان برگزار می شدند. به هیچ یک از این نشست ها دریچه سال را برای شهروندان افغانستان گشودن نتوانست. اما دیده شود که نشست کابل برای زنی های کشورهای منطقه و فرامنطقه ساعت های سال را از پیش رو خواهد برداشت. گروه از اعضای کنگره ایالات متحده بر آغاز هرچه زودتر بحث های جدی درباره روشن شدن سرنوشت جنگ واشنگتن در افغانستان تاکید می‌ورزند. آنان لایحه را آماده ساختند که هرگاه از سوی مجلس نمایندگان کنگره تایید شود، احتمال قطع منابع مالی فعالیت های نظامی آمریکا در افغانستان بیشتر خواهد شد. در این لایحه آمده است که رئیس جمهور، وزیران و کارشناسان آمریکایی در این باره که جنگ افغانستان را چگونه موفقانه می شود با پیروزی و انجام رسانند باید به کنگره توضیحات بدهند. دهاتن از اعضای جمعیت اسلامی زیر نام شورای انسجام جمعیت در نشست مخالفتشان را با شورای موقت رهبری تازه این حزب اعلام کردند. شرکت کنندگان این نشست میگویند که اعضای تازه شورای رهبری این حزب بر بنیاد سلیقه انتخاب شدند. اعضای شورای انسجام این حزب میگویند که برای جلوگیری از چند پارچه شدن جمعیت نیاز است که کنگره این حزب برگزار شود. خبرهای جهان تا چند لحظه دیگر. ادامه خبرها. فرانسه و بریتانیا از تهدیدهای برخواسته از جنگجویان شبکه القاعده و گروه داعش آسیب پذیر هستند. نخست وزیر فرانسه با بیان این مطلب میگوید از آنجا که کشورهای اروپایی با تهدیدهای گروههای حراس افغان روبرو هستند، باید وضعیت اضطرار در فرانسه تمدید شود. در همین حال نخست وزیر بریتانیا از ایالات متحده آمریکا خواسته که در زمینه شریکسازی اطلاعات استخباراتی به بریتانیا کمک کند.
فرانسه و بریتانیا دو کشوری که عضو ناتو هستند و نیز در ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده آمریکا در عراق و سوریه نقش‌های اثرگذاری دارند. با تهدیدهای سخت امنیتی روبرو شده‌اند. نخست وزیر فرانسه به دنبال رویداد شهر منچستر بریتانیا از پارلمان این کشور می‌خواهد که وضعیت اضطرار را تمدید کند. بریتانیا و فرانسه با دشمنان مشترک می‌جنگند و با سرکوب جنگجویان این گروه‌ها در قلمروهایشان ادامه خواهند داد. در همین حال نخست وزیر بریتانیا که در نشست سران کشورهای عضو ناتو شرکت کرده است میگوید که کشورش به تعهداتش در پیکار با آراس افغانی پابند است. نزدیک به 1000 نیروی ارتش در تامین امنیت نیروهای پلیس را کمک می کنند. من در نشست ناتو با کشورهای دیگر کار خواهم کرد تا آراس افغانان را شکست بدهیم. بر بنیاد یافته ها یک نهاد بریتانیایی از 27 تا 31,000 جنگجوی خارجی در حمایت از گروه داعش در خاک عراق و سوریه می جنگند. از این میان 6,000 جنگجو از کشورهای اروپایی به عراق و سوریه رفتند و بیشترشان شهروندان فرانسه و بریتانیا هستند. نگرانی های وجود دارند که این جنگجویان با برگشت به کشورهای اروپایی حمله هایی را انجام خواهند داد. و این همچنان گزارش کوتاه دیگر از جهان. ارتش فیلیپین میگوید که در عملیات نجات در شهر مروی 78 تنی که گروگان گرفته شده بودند آزاد شده اند و 13 جنگجوی داعش کشته شده اند. نخست وزیر فیلیپین هشدار میدهد همه کسانی که در برابر ارتش جنگ افزار میبردارند کشته خواهند شد. ارتش سوریه حمله های هوایی را بر پایگاه جنگجویان داعش در شهر حمص افزایش داده است. ارتش سوریه میگوید که در این حمله ها بیشتر مراکز سربازگیری و انبارهای جنگ افزارهای داعشیان نابود شده اند. نخست بانوی ایالات متحده آمریکا در دیدارش با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکان جهان حجاب را رعایت کرد، اما در سفر خودش به عربستان سعودی هرگز لباس اسلامی نپوشید که این کار او در رسانه ها سر و صداهایی را بلند کرده است. ایوانکا ترامپ دختر دونالد ترامپ نیز دست به چنین کار زده است. با دامی خبرهای کشور و جهان رویدادهای اقتصادی لحظات بعد. و این همچند خبر اقتصادی. یک نمایشگاه ویژه ساخته های دستی روستایی زیر نام بازار روستایی امروز در کابل گشایش یافت. وزیر احیا و انکشاف دهات هدف از برگزاری نمایشگاه را بازاریابی برای ساخته های دستی روستایی میگوید و می افزاید که این نهاد از طریق برنامه توسعه ساخته های روستایی تا کنون 90 میلیون افغانی برای گسترش کاروبار زنان کمک کرده. در حال حاضر بیش از 70,000 تن از زنان روستایی در روستاهای کشور در بخش ساخته های دستی کار میکنند. زرمینه محمدی گزارش میدهد. در این بازار روستایی ساخته های دستی زنان از 5 حوزه کشور برای 2 روز به نمایش گذاشته شدند. وزیر احیا و انکشاف دهات میگوید که در نظر دارد امسال برنامه توسعه ساخته های دستی روستایی را به 15 ولایت کشور گسترش بدهد. ما نه تنها در داخل کشور بلکه در خارج کشور امسال ما 2 مرتبه اینا را به هندوستان روان کردیم تا اینا بفهمند که در خارج از افغانستان هم اینا برای تولیدات خود مارکت داشته باشند. گلیم بافی، قالین بافی، مهره دوزی، صیقلکاری زیورها، ساخت لباسهای محلی، خامک دوزی و ساخت دستکولها از ساخته های دستی زنان روستایی هستند. اما زنان روستایی میگویند که ساخته های دستی آنان بازارهای مناسب ندارد. یک بازار دائمی نتونستن به خانم ها ایجاد کنن و یک بازاری که بتونن خانم ها منظم از اونجا خودشان داد و ستود داشته باشن، یک بازاری که مشتری به اونجا خوبتر مراجعه کرده بتونه. نبوده بسته‌بندی میاری از چالش های دیگر در برابر زنان روستایی گفته می شود. بوتلای ما کلشان پلاستیکی است، بوتلای شیشه پیدا نمیشه، کدام فابریکه هم نیست که بوتلای شیشه برای ما تولید کنه که ما داخل محصولات ما داخل میندازیم. به خاطر همین محصولات ما در سطح افغانستان رایج است، مگم در خارج ما صادر کردن نمیتونیم. در حال حاضر بیش از 70,000 تن از زنان روستاها در بخش‌های ساخته‌های دستی کار می‌کنند و 5,000 گروه‌های پسنداز و نیز 500 اتحادیه‌های پسنداز از سوی این زنان در روستاهای کشور ساخته شده‌اند.
کار بازسازی بخش نخست کاخ دارالامان به پایان رسید. وزیر شهرسازی و مسکن میگوید که چهار بخش بعدی این پروژه در روند داوطلبی جهانی به یکی از شرکت ها واگذار خواهد شد و در نهایت تا 3 سال دیگر این ساختمان با شکوه به بهره برداری سپرده خواهد شد. و این هم نرخ شماره از ارزها در برابر پول افغانی در بازار امروز کابل. یک دلار آمریکایی 68 افغانی با 20 پول، یک یورو 76 افغانی با 30 پول، یک درهم امارات 18 افغانی با 50 پول، 1000 روپیه هندی 1045 افغانی، 1000 تومان ایرانی 17 افغانی و 90 پول و 1000 روپیه پاکستانی 638 افغانی. مرور بر تازه های ورزش هم بعدتر. نخستین دور رقابت‌های استقامتی موتای در بخش‌های جوانان و نوجوانان که امروز در کابل برگزار شده بود با قهرمانی تیم دوردگ اتلان به پایان رسید. در این رقابت‌ها تیم‌های اتلان و شاهین جایگاه دوم و سوم را به دست آوردند. از سوی دیگر در این رقابت‌ها بیشتر از 60 ورزشکار از 9 باشگاه شهر کابل و ولایت‌های قندهار، غزنی، وردگ و پنشیر اشتراک نموده بود. در پایان این رقابت ها برای چهره های برتر تقدیرنامه ها و جام های قهرمانی داده شد. ملی پوشان معلول کرکت کشور توانستند در 3 دیدار 20 اوره تیم معلولین کرکت هند را شکست بدهد. در این دیدار تیم ملی کرکت کشور توانست در 20 اوور بازی باز دست دادن 8 بازیکن 197 دوش را انجام دهد و در مقابل تیم معلولین هند نتوانست هدف داده شده تیم ملی معلولین افغانستان را برآورده سازد و بازی را با تفاوت 28 دوش به تیم ملی کرکت کشور واگذار کرد. در پایان این رقابت ها محمد الله از تیم معلولین افغانستان با انجام دادن 84 دوش از سوی کادر فنی برگزاری این رقابت ها لقب بهترین بازیکن میدان را به دست آورد. منچستر یونایتد با پیروزی 2-0 مقابل آشاکس قهرمان رقابت های این فصل لیگ اروپا شد و سهمیه فصل بعد لیگ قهرمانان را نیز به دست آورد. شاگردان ژوزه مورینیو در هر نیمه یک بار دروازه حریف را باز کردند تا به یک پیروزی شیرین دست پیدا کنند و برای اولین بار فاتح لیگ اروپا شوند. این قهرمانی آقای خاص را به هدفش یعنی رسیدن به سهمیه لیگ قهرمانان نیز رسانید. در این دیدار نخست بازی را در بخش بیتینگ بازیکنان تیم زیلاند نو آغاز کرد و در 5 اوور بازی توانستند با از دست دادن 8 بازیکن 270 دوش را انجام دهد که در بخش بیتینگ برای تیم زیلاند نو لیتم خوب درخشید و توانست 84 دوش را به سوی تیم خود به دست بیاورد. برای دسترسی و تازه ترین خبرهای افغانستان دیگر کشورهای جهان به 4-5-6 به تماس شوید و سپس کلید 1 را 3 بار فشار دهید. خدا نگهدار.